پل شهرستان یا پل جیک قدیمی ترین پل استان اصفهان بر روی رودخانه زایندرود است و در ادوار مختلف مرمت‌های زیادی روی این پل انجام شده و از مصالح خوبی استفاده نشده طبقات زیرین این پل به خاطر رطوبت دچار آسیب شده بود و اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان به این نتیجه رسید که عرشه این پل نیاز به مرمت اساسی دارد. حفوش پل برداشته شد، مصالح ناهمگون جمع‌آوری شد و مرمت شروع شد. یکی از بزرگترین مشکلات پل شهرستان استفاده از مصالح ناهمگون مثل بتون و قلوه سنگ زمخت بود که روی عرشه پل استفاده شده بود. ما تو جلسات متعددی که توی دفتر فنی میراث فرهنگی گرفتیم در نهایت به این نتیجه رسیدیم که این دوتا المانو که بتون و قلوه سنگ هست رو از روی عرشه پل حذف کنیم. بر طبق اون جلساتی که توی دفتر فنی اجرا شد قرار بر این شد که ما بعد از حذف این مصالح ناهمگون با استفاده از عایق رطوبتی عرشه پل رو در واقع عایق کنیم. بعد از حذف این مصالح و سبکسازی در واقع عرشه پل، شما اگه زیر دهنه های پل رو هم الان ملاحظه بکنید نفوذ آب، قندیل های رسوبی که زیر دهنه های پل، دهنه های آجری پل هست الان میتونید ببینید، یعنی خودش گواه و شاهد بر این هست که نفوذ آب از روی عرشه داشته. بنابراین تصمیم گرفتیم که از یه نوع عایق رطوبتی استفاده کنیم. بهترین عایق رطوبتی که همخانه با بنای تاریخی که متداول هم هست تو بنای تاریخی، شاید میشه گفت پیشینه شاید بیش از 100 سال در ایران داره، استفاده از قیروگونیه که ما بر اساس اون جلساتی که تو کمیته دفتر فنی گرفتیم البته مسائل متفاوتی رو در واقع بررسی کردیم، در نهایت به این نتیجه رسیدیم که از قیروگونی استفاده کنیم. بعد از استفاده از این قیروگونی یه در واقع کفرش سبک روی این قیروگونی اجرا میشه که این قیروگونی نقش در واقع عایق رطوبتی رو داره و اون کفرشی که حالت آژیانه داره با استفاده از مصالح سنتی ترکیب آجر و سنگ استفاده میکنیم که هم همخوان باشه در واقع با این بنای تاریخی، هم اون مشکلات قدیمی رو نداشته باشه که در واقع ما با این کار هم وزن پل رو کم کردیم، هم در واقع حواسمون به اون زیبایی و بنای تاریخی پل بوده و ان شاءالله که اجرا بشه و مردم بتونن ازش استفاده کنن.